سلام دوست گرامی، به یک از درس های دیگر از آر خوش آمدید. در درس پانزدهم ما موضوع که اینجا پوشش داده شده مرج دیتا فریمز ان آر، دیتا فریم آر را در آر با هم مرج میکنیم یا یک جای میکنیم. مثلا فرض مثال شما دیتا داشته باشین، دیتا یا مثلا استیشن آب و هوا باشه یا هر چیز دیگه باشه، یک اکسل سی اس وی در نظر بگیرید. شما بازی دیتا کار میکنید، چندین دیتا دیگه هم دارین، مثلا چندین سی اس وی هست، میخواین بعضی کالم های زیر مرج کنین، البته همیشه نه، با هم مرج کنین به اساس یک کالم مشترک. مثلا میگین که در لیست اولی که ما داریم نظر به نام های استیشن بگیرین، دیتا را از دوکمنت دو یا از لیست دو با هم یک جای کنه و به اساس نامایش مشترک باشه. فرض مثال ببخشیم، ما مثلا دیتا فریم داریم، البته اینجا مثالش را شما بتونید مثالش را از اینجا بگیرید. ای از چی استفاده میکنیم؟ از فانکشن مرج، معلومات داده که x چکار میکنه، by x by y y and the origin data origin data frame the data frame that you want to merge the column used to merge x data frame. در مجموع چی هستن؟ معمولا اگر در صورتی که کالما یک نو باشه بای اکس، و اگر دو نو باشه بای وای، هر دوش استفاده میکنیم. حالا استفاده میکنیم به چه شکل؟ حالا فکر کنیم که ما دو تا دیتا فریم داریم، از استفاده میکنیم. اینجا نام ای رو کپی میگیریم، به خاطر شما میتونید خود شما ایجاد کنید، مثلا به خاطر وقت این نام گذاری میکنیم، علامه ای که اساین میکنین دیتا را، نام مثلا نام شما میتونین هر چیز دیگه ببینین. این فانکشن برام دیتا فریم است، یعنی در حقیقت دیتا فریم ایجاد میکنه. و دیتا فریم بخواید ایجاد کنی، نام کالمش چه باشه؟ مساوی سی، یعنی در ادامه ای یک کالم است به نام سرنم، باز ای چی هستن؟ قیمت های هستن داخلش میه، نشنلیتیشون یعنی به مود تعداد مثلا کشورها هستن، و string از factor true که یک چی هستن نویت. اگر در صورت مثلا ما string داشته باشیم، string text میگه به شکل factor باشه، یعنی طبقه‌ای باشه، مثلا چی هستن؟ Spielberg هستن، Scorsese چی نام از دقیق نمیفهم. حالا کنترل انتر میکنیم، حالا میبینیم در جیز آفاشتن. ببینیم ما دو تا کالم داریم، کالم سر نیم نشنلتی، این نامایشان پنج ریکارد داریم، این پنج رو و دو تا نام چی هستن؟ observation هستن که نشنلتی و سر نیم هستن که ما اینجا اضافه کردیم. حالا دیتای بعدی خود که ما میخواییم اضافه کنیم در اینجا هستن، به نام مووی هستن، این رو اضافه میکنیم، کپی میکنیم، اینجا از دیتا فریم استفاده میکنیم. دیتا فریم نام یک کالم سرنیم باشه، بخاطر که مثل زیر یک رقم، و یک کالم دیگه به نام تایتل باشه، یعنی نامگذاری میکنیم. دیتا فریم استفاده میکنیم، قوس باز شد. بعدا اینا که هستن، این نام ولیو ها را، یه فقط یک ولی، ما دیتا رو جور میکنیم، شما اگه دیتا رو جور کرده دارین نیاز ندارین که استفاده کنیم. این کنترل انتر، حالا ببینین مووی، ببینین به جای از اینکه 5 ریکارد داشت 7 ریکارد، و یعنی 7 رو بعدیشه این 5 تن هستن. خب حالا میگیریم دیتا را از این دو دونه با هم چی میکنیم؟ مرج میکنیم، یعنی یک جای میکنیم. به اساس اولین کاری که میکنیم اینجا بر ما مشخص شده، مرج تو دیتا سیت، میتونه که مرج کنیم به اساس چی؟ به اساس یک کالم مرج کنیم. خب نامگذاری میکنیم دیتا مرج، هر نامی که شما گذاشتین علامه، از فانکشن مرج استفاده میکنیم. مرج در
پکیجی بیس هستن ریزی کلیک کنین اگر معلومات نداشتین اف یک بزنین اوتومات معلومات زیده برش میان که چطور استفاده میکنن تا چی چی باشه. خب دیتا فریم اول که میخوایم جوین کنیم چی هستن برنامه پروسیجرز و دیتا فریم دومی که با هم میخوایم جوین کنیم نامش چی هستن موویز هستن. خب یه که وقت گذاشتیم بساس چی؟ چون که اکس وای داریم باز اینجا بای داریم مثلا بای چی؟ بای مثلا میگیم بای اکس یعنی بای یک کالم نام کالم نوشته میکنم اگر شما بلد نبیدین برین دینجا ببین نسای که چیز بنام این سورنیم یه اینجا ما هست دینجا ما هستن میگیم بساس شورنیم چی کنید برای ما یعنی با هم یک جایی کنید. آها بای هستن فکر میکنم ببینیم پروسیجرز موویز بای سرنیم ها سرنیم فکر میکنم اشتباه کردیم. آه اینجا یک دانه ای اضافه کردیم بعدی چیشی نباش. خب حالا میرد شدن کنترل انتر بزنین سنگ ببینین بر ما حالا چی شده. در هر خط کالمی تایتل دزی اد شدن چون ما هر کدام زی دو کالم داشتن ببینین دو یکی بدن اول فلانی دیتای جدید ما استک اد شدن دیتا های دیگه ما دو تا سه که دو تا مثلا دو تا وریبل دارن اینا حد شدن به اساس از او یعنی تعدادی که ما فعلا اینجا معلومات داریم چی هستن تعداد هفت تن هستن چون کسایی که با هم یک جای بودن مثلا در بخش پردیس و مووی اونا یک دفعه آمدن و کسایی که نامشون اضافه بدن مثلا تراتینیو و پلنسکی که این نام ناحق است اینا در اینجا چی شدن؟ اینا اضافه شدن در این دام ازی و در یک در حقیقت خود کالم ازی رو اینجا اضافه کردن یعنی شما به اساس یک کالم چی میکنین؟ مرج میکنین که دیتا هایی که با هم نامایی که با هم مشابه هستن یک دفعه میارن و اگر نامایم که مشابه نیستن اونا رو هم به اضافه از اونجا بر ما چی میکنن؟ مرج میکنن. خب این مرج اول بودن که ما انجام دادیم و اگر در صورت که نام کالمات مختلف باشه به چه شکل ما مثلا چی میکنیم این رو تغییر میدیم. خب حالا اینجا ما میریم نام یک کالم تغییر میدیم مثلا نام کالم مووی را change the column name of one dataset. حالا میریم بگیم اگر تغییر بدیم باید call names نوشته کنیم که نام از رو بگیر از کدام dataset میگیم که از movies است. از movies شما میتونید در بین square bracket به شکل نوشته کنیم که باز باید کال نیمز باشه مثلا این متوجه نشدم کال نیمز مووی مثلا به شور نیم کال نیمز موویز دوتا مساوی چون وقتی که در آر نوشته کنین یک مساوی اساین میکنه دوتا مساوی یعنی مساوی به یک چیزی نامش میگم کالم سرنیم هم رینیم که علامه اساین و نام چی به مثلا یک نام رندوم اینجا چی انتخاب کردن مثلا اینجا تا نام نیم انتخاب کردن میرم بگیم به نام نیم کنترل انتر
ولا مش مو مثلا ده بوين نومي موفيز مثلا كول نيمز بزنن كول نيمز موفيز بيل بجاي ديكسيونين بشا تايد على استا هلا مدو تو ديتا فريم داري يك ديتا فريم مقابلي مثلا موفي داري ممكن نومزي مختلف هستن هافت ريكورد داري ون چه هستن موفي و ریکارداشن جستن و پردیسر داره یه پرسیجر نبوده پردیسر بده باشد که مثلا پنج وریبل داره اینجا مثلا پنج رو هستن دو تا کلم هستن و نام کلمش هم مختلف تزی وقت هسته که ما اگه بخواییم دو دونه رو مرج کنیم خب اگه ایده مرچ کنیم تو دیتا مرچ اگه نام بسیار جنجالی انتخاب کنیم حالا میرم بگیم مرچ کدام هم بگیم که موفیز موفیز تغییر دادیم پردوس چی هستن پردوسر همروی موفیز یک جای شد وقتی یک جای شد اینجا نوشته میکنیم که مثلا بای x مساوی سرنیم یعنی کدام کلمه اساس بگیریم با هم یک جای کنه سرنیم و بای y چون حالا ما کلمه ما یک رقم نیستن بای y میرم میگیم که چی باشه مومن ما نامش تغییر دادن نیم باشه کنترل انتر حالا بزنیم اینجا انتخاب کنین به شکل همیجا در پایین می ببینین چون سرنیم اول بود رو آورده ولی این ریکارد هایی که در کالم نیم بوده اونا رو آورده در پایین از چون ما پردیسر پایین دانه بودن اینا رو با هم آوردن در حقیقت ای اگر در صورت تنها با اکس وقت استفاده میشه که نام کالم همیجا متفاوت نباشه و بای بای وقت استفاده میشه که نام کلمه متفاوت باشه این کلمه که بعدا میخواید از اون مرد شوه و بعضی ریکارد های مثلا سیم داره یعنی نام های این نام ها در هر دو دیتا بس که ما اینجا داریم همسان هستن به شکل میتونید که این استفاده کنیم و موضوع چی هستن اینجا چک کردن که آیا ببینین اگر در صورت ببینین که دو تا با هم یک رقم هستن چک دیتا از آیدن دیکل این رو نوشته باشه نوشته میکنن آیدن دیکل کدام دیتا دیتا هایی که مانجا تازه مرچ کردم از متد مختلف با کدام دیتای دیتای به نام دیتای مرچ این ترو در حقیقت یعنی چیزی که مرچ کردم دقیق هستم حالا پارشل مچ در بخش که مثلا پارشلی مچ میکنیم مچ میکنیم حالا یک چی هستن کلم جدید به نام چی را یک کود اضافه میکنیم یک کلم جدید به نام اد پردیسر اضافه میکنیم یعنی بریم کپی میکنیم یا خود شما مثلا انجام میتین پارشل مچ خب ما یک وریبل نجات میکنیم به نام اد پردیسر علامه و سی که هستن یک یعنی دولی ایدمایی نشان میتن یه فقط یعنی دو نام ها در اینجا اضافه میکنم حالا اگه ببینی پرین کنیم این دو نام هم اینجا آمدن که سترینگ هستن خب وقتی که آوردن append to the producer data frame خب ما شما اگه بخواییم میره چه کنیم the producer data frame اضافه کنیم بعد از rbind استفاده کنیم rbind یعنی row binding نامش چه انتخاب کنن producer یک نام علامه اساین باز میرم آر بایند یعنی به اساس رو بایند کنه نشان میدم حالا با
کدام داره؟ ما خودی پردیسر میگیریم. پردیسر کلام دوم اد پردیسر. حالا بریم بر ما ایره اگه پرند کنیم. کسی به نام مومنت باید داری ببینیم. کسی به نام چی هستن؟ باید یعنی اد پرودیسر لوکوس یو اس. ما یک وریبل دیگه اینجا اضافه کردیم. ببخشید من کمی چی شدم؟ ما چون دیتا سیت ما پرودیسر هستن، ما به مو شکل در کالم اول نامش که لوکوس اینجا هستن و از کدام کشور است؟ از امریکا هستن اضافه کردیم. در حقیقت به اساس روی رو باین کردیم که بعد از 5-6 بینیم. ما چون پیش از 5 دانه داشتیم. حالا چکار میکنیم؟ مرج میکنیم به اساس چی هستن؟ به اساس all x true، یعنی یه ام 3 نوشته میکنیم به شکلی که گفته، یعنی مرج سوم. یک نام میگذاریم، میگم مرج کدام دیتا، میگم که موویز همراه پرودیوسرز به اساس، چون حال نام کالم های ما مختلف هستن، با اکس به نام سرنیم بودن و وای چی بودن؟ نیم. و یک اپشن دیگه اینجا داریم، اینجا به نام all dot x لوجیکال است، true یا false باشه. یعنی تمام دیتایی که اگر با هم مچ نکردن اونا را بگذاریم. true، control enter. ما نمایش را جای به جای کردیم. باید اینجا بیاید چون نیم اول در مووی هستن و پرودیسر سرنم هستن. حالا ببینید کار دادن. بیدی پرند میکنیم ببینید. چون اول آمدن نام و چی کردن؟ اینا رو با کلش یک جای مرج کردن. نشنلیتی، سن پایتل و در مجموع لوکوز اکنجی all dot x true. ما به اساس چی؟ به اساس دیتا فریم مووی ما چی میکنیم؟ مچ میکنیم. ما چند دانه داریم؟ 7 دانه. و هر هفتی که هست به اساس از او برای ما معلومات مچ هست برای اینجا برگردان. خب وقتی که ما میایم اینجا ما 6 دانه داریم که اضافه یعنی لوکاس هستن. حالا لوکاس اینجا چی نشدن؟ اضافه نشدن. خب باید در اونجا ان ای اضافه شده باشه. وقتی ما بعد از اون چی میکنیم؟ ام 3 را میبینیم. لوکاس چرا نامده؟ موفیز لوکاس پردیسر لوکاس. چون ما ایره سرچپه نوشته کنیم، پردیسر به دول میمد موفی دوم، با او شکل فکر میکنم که کار نکرده. پردیسر و دین ایرم تبدیل میکنم به نام سرنم، ایرم تبدیل میکنم به نام ام. به شکل فکرانم بده. اینجا ما دو دانه پرودیسر نشته کنیم. پرودیسر و باید موفی باشه.
مدت خب دومیش نم هست یا ولیش سرنم هست ببینیم برم از آخشت حالا ببینیم all x true اینجا بر ما مشخص کرده که اگر در صورت یا آپشن فعال باشه then the extra rows will be added to the output one for each rows یعنی ما لوکاسی که اضافه کرده بودیم او اضافه میشه و اساسی دیتای پردیسر و چون معلومات نداریم برازو در تایتل اینه بر ما میده این بود از این بخش این بود درس امروزی ما از آر من این کود زیر ذخیره میکنم ولی فکر میکنم ساده هستن شما میتونید پیدا کنید تا درس بعدی خود نگه دارید